همینی هفته گذشته گفتگوی رو درباره یکی از چهره های کمتر شناخته تاریخ ایران مدرن مطرح کردیم. شما به عنوان پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران این بحث رو پیش بردید، آغاز کردید، خیلی نکات جالب داشت. یکی از همیهنان به من زنگ زده بود میگفت، البته اگه ایشون هم نمیگفت من نظرم همین بود، حقیقتا باید گفت که اگرچه عبدالحسین تیمورتاش وزیر مقتدر دربار رضا شاه که تا پیش از گرفتار شدنش مرد دوم ایران نامیده میشد نامی شناخته شده در میان ایرانیان است، شخصیت و کارهاش چندان شناخته نیست. آقای امینی، در همین آغاز برنامه بفرمایید که دلیل این بیمهری یا بی‌اعتنایی تاریخی برای بازشناسی تیمورتاش چیست، در حالی که برای بسیاری دیگر مانند داور، تقی‌زاده، فروغی که اونها هم از مهره‌ها و بزرگان عصر رضا شاه بودند کار زیادی صورت گرفته، کتاب‌ها و مقاله‌های فراوان درباره اونها چاپ شده و پخش شده. بفرمایید آقای امینی. جناب مهری، ما یکی از دردهای درازی که داریم، دردهای ماندگاری که داریم در کشورمون، در این هست که تاریخ نگاری، تاریخ پژوهی و روشن فکریگری تاریخی با سیاست آلوده شده. یعنی دولت‌ها در واقع این سپهر رو هم اداره می‌کردن، اقتصاد و سیاست و روابط اجتماعی و همه اینها در دست اونها بوده. این سپهر اندیشه‌ای، کار پژوهشی، کار تاریخ نگاری، کار بررسی تاریخ رو هم دولت‌ها اداره می‌کردن یا جریان‌های سیاسی. تیمورتاش در تاریخ ایران آدم خیلی یتیمی بوده. یعنی شما اگر چهره‌های برجسته تاریخ ایران رو نگاه کنید، اینها صاحب عزا دارن. حالا می‌بخشید که با این عبارات میگم، یعنی آدم‌هایی هستن که به دلایلی از اینها پشتیبانی می‌کنند. خب آدمی مانند فروغی در فراز دو پادشاه نقش داشته. در آغاز تاجگذاری رضا شاه و نخست وزیری او و سپس آخرین نخست وزیر او و نخستین نخست وزیر محمد رضا شاه در انتقال قدرت از پدر به پسر و مذاکراتی که با دولت بریتانیا داشته نقش بزرگی داشته. تقی‌زاده اگرچه فرزند انقلاب مشروطه و یکی از مهمترین مهرهای انقلاب مشروطه است، وزیر مالیه یا دارایی رضا شاه و پس از اون هم سناتور، رئیس سنای ایران در دوران محمد رضا شاه است و یک نوع دوستی بر روی هواداران اون دوره با تقی‌زاده دارن، اگرچه تقی‌زاده آدمی است مستقل. هر یک از چهره‌های دیگر تاریخ ایران رو که نگاه کنید، اگر مورد بیمهری گروهی باشند، مورد مهر گروه دیگری هستند، مانند زنده یاد محمد مصدق. شاید هواداران پادشاهی با او دشمنی داشته باشند، کینه داشته باشند، اما گروه گسترده‌ای از کسانی که خودشون رو هوادار جنبش ملی و نهضت ملی و جبهه ملی و زنده یاد مصدق می‌دانند، این یاد رو زنده نگه می‌دارند. اونهایی که هوادار سرسخت رضا شاه هستند نمیتوانند تیمورتاش رو که به هر روی در زندان رضا شاه در گذشته برجسته کنند و جایگاه او رو بپذیرند. اونهایی که مخالف رضا شاه هستند، حالا از خانواده چپ یا از خانواده مثلا هوادار مصدق، اونها هم با تیمورتاش سر سازگاری ندارند، چون تیمورتاش رو یکی از مهندسان استبداد رضا شاهی میخوانند یا او رو در واقع یکی از سازندگان دولت رضا شاه میدانند. و خب کم بد هم نمیگویند که در همون زندانی که تیمورتاش درگذشت و به سختی هم در
میدونید تخت هم حتی بهش نداده بودن، روی زمین در واقع درگذشت. در همون زندان بسیار دیگرانی که در دوران تیمورتاش به زندان افتاده بودند درگذشتند. اونهایی که به ایده های چپ باور دارند بر روی تیمورتاش رو هم باز از خانواده خودشون نمیدانند. بنابراین تیمورتاش آدمی بوده که در سپهر سیاست ایران چندان مهر به او وجود نمی داشته که بیایند و اون شخصیت رو بررسی کنند، و به این معنا بررسی تاریخ و زندگی تیمورتاش خیلی محدود بوده. کتابی که خانم ایران تیمورتاش، دختر تیمورتاش نوشته، جنبه‌های کوچکی از زندگی او رو بیان میکنه و دیگران هم در این سالها کارهایی کردند، ولی همچنان تیمورتاش انسانی ناشناخته باقی مانده، آدمی گمنام نیست، آدم بسیار سرشناسی است ولی ناشناخته است. چرایی اون رو اشاره کردم، اما برای اینکه دریابید که این آدم کمتر شناخته شده یا کمتر یاد شده باید گفت چه جایگاهی داشته، من برای شما نامه‌ای رو میخونم. نامه بسیار کوتاهی است از مهدی قلی هدایت. مهدی قلی هدایت به تیمورتاش، این نامه در 23 خرداد 1308 نوشته شده، نزدیک به 2 سال از آغاز نخست وزیری مهدی قلی هدایت میگذرد، مخبر السلطنه. میدونید که مهدی قلی هدایت مخبر السلطنه پیش از مرحوم هویدا بیشترین سالها رو در نخست وزیری، در نخست وزیری ناگسسته در دوران پس از مشروطه داشته، 6 سال و نیم نخست وزیر رضا شاه بود و هیچگاه هم سخنی به زبان نیاورده که رضا شاه رو به او بدگمان بکنه. و گویا میگوید، خود او میگوید که من خبر برکناری خودم رو در جرایت خواندم. البته دقیق نیست این نکته، چون در همون دیداری که آخرین دیداری که رضا شاه با هیئت وزیران داشته به او گفته که شما از فردا دیگه کاری نخواهید بود. این نخست وزیر کشور ایران است، بلند پایه ترین جایگاه در قانون اساسی ایران، یعنی در قانون اساسی ایران هیچ کسی بلند پایه تر از نخست وزیر برگزیده مجلس که فرمان نخست وزیر او رو شاه صادر کرده نیست. کسی هم هست به نام وزیر دربار که وزیر دربار برخلاف دیگر وزیران از سوی نخست وزیر برگزیده نمی شود. اگرچه نخست وزیر نقش داره در این زمینه، اما شاه در واقع این وزیر دربار رو عملا برمیگزینه. این نامه در 33 خرداد 1308 نوشته شده از سوی مهدی قلی هدایت به تیمورتاش. یک نکته همیش خدمتتون بگم، تا پیش از آغاز پادشاهی رضا شاه عنوان یا میدونید که القاب در ایران ممنوع شده بود، مانند سلطنه ها و دوله ها و غیره، اما یه رشته صفت ها رو به کار می بردن، مانند حضرت اشرف یا عبارات بسیار مؤدبانه رو. این حضرت اشرف به طور مطلق اگر شما به یادداشت‌های کسانی که منشی یا کاری برای رضا شاه بودن، مانند سلیمان بهبودی نگاه کنید، حضرت اشرف درباره رضا شاه استفاده می شده. حتی پس از اینکه ایشان پادشاه شدن هنوز برای مدتی به ایشان حضرت اشرف، نه ببخشید، پیش از پادشاه شدن به ایشان حضرت اشرف می گفتن. تیمورتاش حضرت اشرف رو بعد از پادشاهی رضا شاه از آن خود می کنه، یعنی به تیمورتاش می گفتن حضرت اشرف. این نام است: وزیر دربار عزیزم، لازم شده است که بنده یک ساعتی خدمت حضرت اشرف تصدیق بدهم. ببینید، نخست وزیر مملکت به وزیر دربار که بنا زیر دست او باشد از اون خواهش میکنه یه ساعت به من وقت بدید، من بیام دیدار کنم خدمتتون و چیزهایی رو بگم. موجب زحمت. بله؟ موجب زحمت بشه. زحمت تصدیق بدم.
در دربار حضرتت را آسوده نمیگذارند. وانگهی اوقات کار است، متمنی است. روز شنبه وقتی را معین فرمایید که یا بنده در دولت منزل شرفیاب بشوم. ببینید، نخست وزیر مملکت به وزیر دربار میگوید شرفیاب بشوم، بنده در دولت منزل شرفیاب بشوم، یا حضرت اشرف در کلبه حقیر سرفراز فرمایید عرایض خودم را به عرض برسانم. ببینید، رئیس بهداری سمنان نیست که داره نامه می‌نویسه به وزیر دربار، مدیر پست آباده نیست که داره تقاضا میکنه اجازه بدید بنده تصدیق و مزاحم بشم خدمتتون، حالا خونتون هم نیاد شما به کلبه حقیر بنده اینجا رو به اصطلاح شرفیاب کنید. این نخست وزیر مملکته، اداره امور مملکت در دست اوست. تیمورتاش از چنان جایگاهی برخوردار است که آقای مهدی قلی هدایت دریافته که اگر با این زبان با او سخن نگوید شاید وزیر نباشد. اگر شما همین نامه رو با خاطرات مهدی قلی هدایت، خاطرات و خطرات مقایسه کنید، میبینید که درویی در اینجا به چشم میخوره، درویی که در بیشتر این یادنامه نویسی ها در میان بزرگان تاریخ ایران وجود دارد. آن چیزی که در هنگامی که رئیس اونها صاحب دولت یا بزرگ اونها بر سر کار است میگویند و انجام میدن، آن چیزی که بعدها مینویسند. مهدی قلی هدایت خاطرات و خطرات رو پس از دوران رضا شاه نوشته، ولی در دوران رضا شاه و خیلی هم بد گفته در مورد تیمورتاش، ولی در دوران رضا شاه از تیمورتاش به گونه‌ای سخن میگوید که شما یا بنده در دولت منزل شرفیاب بشوم یا حضرت اشرف در کلبه حقیر سرفراز فرمایید تا عرایض خود را به عرض برسانم. این قدرتی بوده که تیمورتاش داشته و بنابراین در پاسخ به این پرسش آغازین شما، تیمورتاش بزرگترین برجسته ترین مهندس پادشاهی رضا شاه است. اصلا کار داور و نصرت الدوله فیروز به گرد پای تیمورتاش هم نمیرسه. جایگاه بلندی داشتن هر کدوم از اونها. کارهای داور شاید ماندگارتر بوده در ساختن دادگستری، پیامدهای ماندگارتری برای تاریخ ایران داشته. کارهای نصرت الدوله اونقدرها کارهای ماندگاری نبوده، اما در دورانی که اینها زندگی میکردن، یعنی در دوران نصرت الدوله، داور، تیمورتاش و دیگران، هیچ کس در ساختن، در مهندسی این کاخ پادشاهی، کاخ سیاسی پادشاهی رضا شاه به گرد پای تیمورتاش هم نمیرسه. آقای امینی، هفته پیش اشاره کردید که به نقش تیمورتاش که در مهندسی سیاست خارجی ایران در نیمه نخست پادشاهی رضا شاه که یکی از پیامدهای اون بهبود روابط و نزدیک شدن ایران و شوروی بود و درگیر شدن با بریتانیا پیامد این سرنوشت، این چه بود؟ ببینید، رضا شاه، برخی هم معتقدن که به گومگوهای تیمورتاش با پشتیبانی رضا شاه یا شرکت نفت ایران و انگلیس و دولت بریتانیا بازی سیاسی برای تجدید قرارداد دارسی بوده. آیا این بخش دوم واقعا افسانه است؟ این تصور که گمان کنیم که 6 سال تمام 7 سال تمام از 1305-6 تا 1312 دولت رضا شاه وارد یک بازی سیاسی شده که با دولت بریتانیا این بازی رو انجام بدهد که سرانجام پیمان دارسی تجدید بشود یا بریتانیا این بازی رو آغاز کرده، افسانه است. از جمله از این منظر، رفته رفته از آغاز پادشاهی رضا شاه هرچه می‌گذرد، آزادی روزنامه‌ای در ایران بسیار بسیار محدودتر می‌شود و تنها هنگامی که دولت اجازه می‌دهد که روزنامه‌ها به یه موضوعی بپردازن، این روزنامه‌ها به اون موضوع می‌پردازن. در غیر این صورت
روزنامه وارد اینو مسائل نمی‌شدن. مردم هم در نتیجه چون رادیو هنوز وجود نداشته، تلویزیون که طبیعتاً وجود نداشته، تنها از راه این روزنامه‌ها با مسائل سیاسی یا اجتماعی آشنا می‌شدن. نبودن روزنامه آزاد مردم رو در یک ناآگاهی نگه می‌داشته. شمار کسانی هم که می‌توانستن از راه رسانه‌های محدود خارجی به آگاهی‌های دست یابند بسیار بسیار اندک بوده. بنابراین دولت در کنترل مطلق آگاهی رسانی به جامعه بوده و نیازی به بازی 6-7 ساله برای اینکه پیمان دارسی رو بخواهن تجدید بکنن نداشت. درگیری ایران و بریتانیا درگیری واقعی است جناب مهری و ریشه در تاریخ داره. یعنی ایرانیان نسبت به دو دولت دشمنی فرهنگی اندیشه‌ای نهادینه شو در زندگیشون دارند، با شیر اندرون شده با جان به در شود. یکی دولت روسیه تزاری بوده و دیگری دولت انگلیس که 100 سال روزگار ایرانیان رو سیاه کرده بودند. انقلاب اکتبر یک گشایشی بود. من به اندیشه های لنین و استالین و تبهکاری های دولت شوروی در اینجا کار ندارم، پیامد کارهای دولت شوروی رو مورد بررسی قرار نمیدم. از منظر جامعه روشنفکری فرهیخته سیاسی ایران، انقلاب اکتبر در واقع فروپاشی یکی از بزرگترین دشمنان تاریخی ایران بود. دولت روسیه تزاری که بخشای از ایران رو خارج کرده بود، از ایران خارج کرده بود، تبریز رو چندین بار تاراج کرده بود، آزادی خواهان رو کشته بود، مشروطه رو تعطیل کرده بود، از محمد علی شاه پشتیبانی کرده بود برای به توپ بستن مجلس و سپس جنگ افسار و پول در اختیار رو قرار داده بود و برادرانش که به ایران حمله کنند. این دولت فرو پاشید و بسیاری از ایرانیان به گفته ملک و شعرهای بهار اینگونه میاندیشیدند که تنابی بر گردن مردم ایران است که دو سوی اون رو یکی بریتانیا در دست دارد و دیگری روسیه تزاری. روسیه تزاری بر افتاد و یک سر تناب رها شد و ایرانیان نفس کشیدند. این برداشت اجتماعی درباره اتحاد جماهیر شوروی بود. بعدها دریافتیم که این اتحاد جماهیر شوروی خود مانند دولت روسیه تزاری و بدتر از دولت روسیه تزاری چشم انتظارهای استعماری نسبت به ایران دارن. اون رو به کنار بگذاریم، ما در آغاز دولت جوان شوروی سخن میگوییم. 5-6 سال 7 سال 8 سال از آغاز دولت شوروی بیشتر نمیگذرد و تنها کاری که در اون دوران انجام دادن و خیلی زود هم عقب نشستن، کوشش در ایجاد جمهوری سوسیالیستی گیلان است که دولت شوروی هم این رو به حساب تندروها گذاشت و گفت ما اینها رو هم کنار نهادیم و خیلی زود هم با ایران کنار آمد و پیمان 1921 رو با ایران بست. تیمورتاش یکی از نخستین مسئولیت هایی که به عنوان وزیر دربار داشت، آغاز گفتگو با دولت شوروی برای یک رشته مسائل مالی و مسائل سرحدی بود و دولت شوروی روی خوش نشان داد. و خب تیمورتاش زبان روسی خوب میدانست، اصلا پرورش یافته آموزشی در روسیه بود، همونجور که اشاره کردید از 11 سالگی به روسیه رفته بود، سالها در اونجا زندگی میکرد و زبان روسی رو مانند روسها میدانست و در نتیجه روی خوش به اونشان دادند. در دیگر زمینه ها هم تیمورتاش و با پشتیبانی آشکار رضاشاه همه کاری سیاست خارجی ایران شد و از 1306 با دولت بریتانیا در افتاد و این درگیری با دولت بریتانیا تا اونجا ادامه پیدا کرد که برای مذاکره با دولت با شرکت نفت ایران و انگلیس تیمورتاش 2 ماه در لندن سرگردان بود، یعنی با او بازی میکردن، تا اینکه رضا شاه بسیار خشمگین شد و از او خواست که فوراً بازگردد. نشان میداد که دولت بریتانیا نمیخواهد با ایران کنار بیاید. چند مشکل اساسی میان ایران و بریتانیا وجود داشت. نخستین اونها پیش از آغاز پادشاهی رضا شاه حل شده بود، خیلی هم با زرنگی حل شده بود، موضوع خوزستان بود و خزر. ولی پس از اون به ویژه در مورد بحرین یا آمدن کشتی های
جنگی بریتانیا به بنادر ایران بدون به بندرهای ایران بدون پروانه از سوی ایران اینها مسئله شده بود و از همه اینها مهمتر دولت بریتانیا لغو امتیاز کنسولی یا کاپیتولاسیون رو بستگی داده بود به اینکه کالاهایی که از سوی بریتانیا و شهروندان بریتانیا وارد ایران می شوند تعرفه بازرگانی نداشته باشند. گفتگوهایی که ایران با شوروی هم انجام میداد در همین راستا بود و ایران زیر بار نمی رفت و بسیاری چیزهای دیگر از جمله پولهایی که دولت بریتانیا ادعا می کرد. خیلی جالب است، دولت بریتانیا در زمان جنگ جهانی اول بخشهای از خاک ایران رو گرفته بود و با رفتار سیاستی که در زمینه محاصره کشتیرانی ایران داشت بخش زیادی از مردم ایران به دلیل بیماری و نبود مواد غذایی پرپر شده بودند، بسیاری زیاد. با این همه از ایران ادعای خسارت پیش از جنگ و دوران جنگ و پس از جنگ میکرد و همه اینها رو تیمورتاش باش در افتاد. یعنی تیمورتاش تمام اسناد نشان میدهد، گزارش های زیادی که امروز در دست ماست از اسناد وزارت امور خارجه بریتانیا، اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا و حتی فرانسه و بخشهایی از اسناد وزارت امور خارجه اون موقع شوروی که خیلی کم در دسترس ماست، اینا نشان میدهد که با تیمورتاش یک دشمنی آشکار داشتند. یعنی درگیری با تیمورتاش درگیری جدی بود و تیمورتاش به طور مطلق سیاست خارجی ایران رو اداره میکرد و بعدها هم یکی از زمینه‌های درگیری یا دشمنی فروغی با تیمورتاش همین شد که فروغی وزیر امور خارجه بود، ولی مثلا در امور بحرین تیمورتاش هیچ گونه مذاکره‌ای با فروغی انجام نمیداد، خودسرانه این کار رو پیش می‌برد. و خب یا در مورد مسئله نفت تقی‌زاده وزیر مالیه بود ولی تیمورتاش به او بهایی نمیداد، با او گفتگو نمی‌کرد، موضوع نفت رو خودسرانه انجام میداد. تیمورتاش در واقع کشور رو اداره میکرد و شاه رضا شاه در واقع پادشاه کشور بود. او بود که سیاست خارجی ایران رو میگرداند و میچرخاند و از پشتیبانی کامل رضا شاه هم برخوردار بود. عجب، بر روی رضا شاه مشکوک شد بهش. این وزیر دربار مقتدر از چشم پادشاه چگونه افتاد؟ خیلیه. اول خانه نشین شد، بعد به محاکمه کشیده شد. آقای امینی، ماجرای محاکمه تیمورتاش چجوری بوده؟ چگونه بوده؟ آیا براش پاپوش ساخته بودن؟ یا او به راستی رشوه گرفته بوده؟ یا انگلیس ها کیف او رو که در ترن از روسیه که برمیگشته گم شده بوده پیدا کردن و به نظر رضا شاه رسوندن؟ چی بوده موضوع؟ ببینید، شما اگر نگاه کنید به همه دولت‌های خودکامه در تاریخ، به گفته‌ای در فرهنگ ما هم هست که دو آشپز در یک آشپزخانه نگنجند. یعنی شما نمی‌توانید یک رهبر خودکامه مقتدری داشته باشید مانند رضا شاه، وزیر درباری هم که همسنگ او کار میکنن. در این حال این وزیر دربار داناتر، جوانتر، خوش‌قیافه‌تر، آموزش دیده‌تر از پادشاهی است که او بناست کارهایی رو انجام بدهد. خب طبیعی است که این پادشاهی که سن بالاتری هم داره، ولیعهد او هم بسیار خردساله در این سالها، نگران است از این جایگاهی که تیمورتاش داره به دست میاره. فراموش هم نکنیم این با فرهنگ و تاریخ ایران هم میخوانه. شما هر بار که نگاه میکنید در درازای تاریخ ایران و به وزیرکشی و
نخبه کشی مینگرید، این نیست که پادشاهی آمده و خودسرانه وزیری رو کشته. دیگران آمدند، یاری رساندند که این پادشاه یا سلطان رو قانع کنند که این وزیر باید از میان برود. یعنی عامل سعایت کاملا و رقابت، برای اینکه تا هنگامی که این وزیر هست دیگران نمیتوانند به این جایگاه برسند. حتی در مورد امیر کبیر بروید به روزگار گذشته نگاه کنید، خیلی دورترها، حتی سپه سالار و خیلی هایی که در دوران گذشته به تاریخ بیهقی بنگرید که استاد او رو در واقع، یا خیلی های دیگری که از میان رفتن، همه اینها وقتی نگاه میکنید دیگران در این کار جایگاه و نقش دارن و شاید خود اونها به جای اون به وزیری رسیدند و خود اونها هم سر خودشون رو از دست دادن. در مورد تیمورتاش اندکی اگر از بیرون، اگر تیمورتاش میتوانست پرواز از بدن خودش بکنه و از بیرون به وضعیت خودش نگاه بکنه، خیلی زود در میافت که این موقعیتی که او به وجود آورده، قدرتی که فراهم کرده، برافتادنی است. راهی برای او نیست که جز این نیست که او از میان برود، برای اینکه کسی که به چنین جایگاهی رسیده باید شک و تردید مردی رو که به گفته خود تیمورتاش هفته پیش برای شما خواندم، پس از گرفتار شدن نصرت الدوله گفته بود که به هیچ کس رضا شاه اعتماد نداره، حالا یک آدمی آمده با دانش و توانایی های بسیار زیاد، انرژی بیشتر و جوانتر آمده و نه در تنها سپهر خارجی، در سپهر داخلی هم یک کتاس شده. این است که خیلی ها در واقع با او در افتادن. اما مهمترین مسئله ای که در اینجا به وجود آمد درگیری با بریتانیا بود. یعنی رضا شاه که با سیاست خارجی چندان آشنا نبود، سخت شیدای توسعه و پیشرفت ایران در همون زمینه‌هایی بود که اون علاقه داشت و موضوع بحرین به وجود آمد. امیدوارم در یه برنامه جداگانه به این بپردازیم. و اسناد زیادی وجود داره از نامه‌نگاری‌ها و کارهایی که در دوران تیمورتاش در مورد بحرین شده و درگیری‌هایی که در مورد بحرین با ایران به وجود آمده که نشان میداد تا چه اندازه ایران با دولت بریتانیا دارای درگیری است. در یکی از نشست هایی که میان نماینده بریتانیا و یعنی در واقع کلایو و تیمورتاش روی میدهد در پایان سال 1307، تیمورتاش دو پیشنهاد به دولت بریتانیا میدهد. خیلی جالب است، این در این حال نشان میدهد که تا چند اندازه دولت ایران هم ناتوان و بیپول هم هست. یکی از این دو پیشنهاد این است که سه داور رو برگزینند، یکی از سوی ایران، یکی از سوی شیخ بحرین و دیگری از سوی یک دولت بیطرف یا یک قاضی بیطرف، که اینها بیایند و در مورد اینکه آیا بحرین بخشی از ایران است یا نیست داوری بکنند. اما پیشنهاد دومی که تیمورتاش میدهد که در این تلگرافی که از نماینده وزیر مختار انگلیس وجود داره بسیار شگفت‌آور بوده. من در هفته پیش گفتم سفیر بریتانیا، ولی این موقع وزیر مختار بوده. تیمورتاش پیشنهاد میده، به پول احتیاج داشتن، تیمورتاش پیشنهاد میدهد که بریتانیا بیاید به حق حاکمیت ایران رو بر بحرین تایید بکنه. همون زمان، در همون هنگامی که دولت بریتانیا مالکیت ایران رو یا حاکمیت ایران رو بر بحرین تایید میکنه، ایران حق مالکیت خودش رو به دولت بریتانیا بفروشه و دست خریدار رو باز بگذاره، یعنی بریتانیا رو، که میخواهد این شیخ بحرین رو پادشاه نگه داره یا کسی دیگری رو. یعنی میگه آقا پولی بدید، ما این جزیره رو میدیم به شما، دعوا ما نخواهیم داشت، نیازی به دارو. یعنی وضع اقتصادی ایران بد بوده، ولی همه این درگیری ها گرفتاری ها ایجاد میکنه برای تیمورتاش. و این است که درست اشاره کردی، تیمورتاش
یکتاز سیاست خارجی ایران بوده و این یکتازی او در سیاست خارجی و درگیری او با دولت بریتانیا و این نامه نهایی که در سال 1110 نوشته شاید آغاز پایان کار تیمورتاش بوده باشه. من در اینجا هیچ تردیدی ندارم که در تمام این دوران رضا شاه از سیاست‌های تیمورتاش پشتیبانی می‌کرده، یعنی او بدون پشتیبانی رضا شاه این درگیری با بریتانیا را انجام نمی‌داده. آقا امینی چه کسانی در برانگیختن حس بدبینی رضا شاه نسبت به تیمورتاش نقش داشتند؟ گویا ایران تیمورتاش، دختر تیمورتاش که کتابی نوشته درباره او، انگشت اتهام رو بیش از همه به سوی تقی‌زاده نگه داشته و اما دیگران فروغی را متهم میکنند. بله، ببینید چند نفر در دستگاه دولتی با تیمورتاش گرفتاری داشتند. گرفتاری تقی‌زاده در این بوده که او وزیر مالیه یا دارایی بوده ولی تیمورتاش بهایی به کارهای او نمیداده. همه مذاکره گفتگوهایی که میکرده از جمله در مورد بحرین که یک بر روی جنبه مالی هم داشته و یا به ویژه در مورد گفتگوهای مورد موضوع نفت که اساساً یک پیامد مالی داره با وزارت دارایی اون زمان مالیه که تقی‌زاده مسئول بوده هیچ گونه همکاری نمی‌کرد. البته تقی‌زاده و فروغی در واپسین سال‌های وزارت دربار تیمورتاش وارد کابینه شدند. فروغی هم وزیر امور خارجه بوده ولی از راه سفیران خارجی درمی‌یافته که گفتگوهای تیمورتاش با دولت‌های خارجی به کدام سوی می‌رود. حسین نواب یکی دیگر از کسانی است که سخت با تیمورتاش درگیری داشته و بعدها هم اسنادی که حسین نواب در اختیار رضا شاه قرار میدهد به فرود رضا تیمورتاش کمک میکنه. حسین نواب رئیس بانک مرکزی بوده و در این زمینه خیلی تأثیر داشته. اما کسی که بیش از همه خواهان از میان رفتن تیمورتاش بوده آیرون بوده، رئیس شهربانی کل کشور و آدمی که اگر تیمورتاش برکنار می شد یا از میان می رفت او می شد نفر دوم کشور. او بود که گزارش دروغی به رضا شاه داد درباره دیداری که محرمانه تیمورتاش در بازگشت از لندن با چند نفر از بزرگان شوروی داشته. اینها رو آیرون می ساخت و گزارش میداد. ما هیچ شاهدی در دست نداریم، اگرچه خانم ایران تیمورتاش گفتن که تقی‌زاده در این زمینه خیلی نقش داشته. نامه ای از تقی‌زاده در دست است، در دادگاه تیمورتاش این نامه خوانده شده و این خیلی مهم است به این توجه کنیم، چون جناب مهری ما این تاریخ ها رو بدون سند مورد بررسی قرار میدیم و چون بدون سند مورد بررسی قرار میدیم به هیچ یک از این اسناد بر روی برجسته نمیپردازیم. تقی‌زاده با تیمورتاش اصلا سر سازگاری نداشته، خیلی با هم بد بودند. تیمورتاش با تقی‌زاده بد بوده و تقی‌زاده با تیمورتاش. جالب اینجاست که با اینکه ادعا کردن چندین نویسنده به دروغ از جمله حسین مکی بدون هیچ سندی که بله تقی‌زاده هم گفته است که تیمورتاش نوکر شوروی بوده، تقی‌زاده هیچگاه چنین سخنی نگفته و در یادداشت‌هامون خاطرات طوفانی نه تنها منکر شده، تعریف کرده از میهن پرستی یا ایران دوستی تیمورتاش. هنگامی که تیمورتاش رو دستگیر می‌کنند، اول خانه نشین می‌کنند تیمورتاش رو و ماجرای محاکمه او پیش می آید. ماجرا هم ساختگی بوده، یعنی ساختگی به این معنا بوده که در اون دوران که هر کسی رشوه می گرفته جناب مهری و اصلا رشوه گرفتن جرم به شمار نمی آمده، یک بار پرونده‌ای برای تیمورتاش می سازن که
او برای دادن امتیاز صدور تریاک، 3 سال انحصار صدور تریاک به امین تجار، مقداری از او پول گرفته و یک سندی به امین تجار داده با امضای خودش که گفته این پول رو به من بدهید، امتیاز رو به شما میدهیم. خب چند تا سوراخ گشاد داره این بحث. هیچ کس نمیتواند تردیدی داشته باشه که تیمورتاش آدم بسیار بسیار هوشیاری بوده، باهوشی بوده، آدمی با چنین هوش و درایت برای 9000 لیره سند به امین تجار نمیده. این رو پول رو میگیره و یا رابطه واسطه دیگری ایجاد میکنه و این پول رو یه جای پنهان میکنه. این سندی که پیدا شده سند ساختگی است. تقی‌زاده به دادگاه نامه‌ای مینویسه، وکیل امین تجار و هم وکیل تیمورتاش این نامه رو در دادگاه خواندن و در اون نامه تقی‌زاده روشن میگوید که من آگاهی از این ماجرا چندان ندارم. آقای امین تجار چند بار با من دیدار کردن، هرگز به من نگفتن که تیمورتاش او رو وادار کرده برای پیمان تریاک چنین پولی به او بدهد. البته امین تجار از ترس جان در دادگاه شهادت میدهد که بله، تیمورتاش من رو وادار کرد و من حتی نمیخواستم این تریاک رو از ایران صادر کنم، ولی از من خواست و این پول رو از من گرفت. شواهد زیادی در دست است که تیمورتاش که خرج خیلی زیادی داشته و درآمد چندانی هم نداشته این پول رو وام گرفته. ولی بر روی فساد در میان بزرگان دولتی ایران در اون هنگام اصلا موضوعی نبوده که بخواهند اون رو به جرم گرفتن مثلا 10000 لیره محاکمه کنند. اگر میخواستن محاکمه کنند، این همه زمین هایی رو که رضا شاه گرفته بوده، دیگران در واقع دست داشتن رو باید اونها هم محاکمه میکردن. پاپوشی بوده در این زمینه. سندی در مورد دخالت تقی‌زاده هم در این زمینه در دست نداریم. هر دوی اینها، تقی‌زاده و ببخشید منظورم فروغی بود، هر دوی اینها، تقی‌زاده، فروغی و حسین نواب، سخت با تیمورتاش دشمنی داشتند، به دلیل اینکه تیمورتاش در کارهای اونا دخالت میکرد و در واقع اونها رو مقابل رضا شاه کوچک میکرد. اما کسی که در کشتن رضا شاه، در کشتن تیمورتاش به طور مستقیم کمک کرد و رضا شاه رو قانع کرد که زندان کردن او کافی نیست، آیروم بود. و آیروم آدمی است که جان سالم هم، که تنها کسانی است که جان سالم هم به دست بود، یعنی جان سالم در واقع به در برد و از ایران نگریخت، اجازه گرفت و از ایران به بهانه شکست شدن دماغش و چیزهای از این دست از ایران گریخت و با آلمان رفت و طرفدار آلمان هیتلری شد و ماجرایی است که بر روی وارد اون نمیخوام بشم. ولی عاملی که باید گفت تیمورتاش رو برانداخت تیمورتاش بود. قدرت تیمورتاش نمیتوانست در کنار قدرت رضا شاه دوام داشته باشه. دست آخر شما اگر نگاه کنید به تاریخ، درگیری ملکشاه سلجوقی رو با خواجه نظام الملک میبینید که یکی وزیر توانا بود و دیگری پادشاه، ولی هر دو با هم نمیتوانستند بمانند و درگیری های پایانی کار اونها در تاریخ ها بسیار آمده. در ایران هم در دوران تیمورتاش و رضا شاه جز این نمیتوانست باشه. تیمورتاش بنایی رو ساخته بود که فرود از اون محتوم بود، شدن، یعنی جلوگیری از اون نمیتوانست بکنه و سرانجام هم در این جریان جان خودش رو از دست داد. خب خیلی ممنون آقای امینی عزیز. آیا آثاری چیز تازه درباره تیمورتاش چاپ شده آقای امینی؟ بریم بخونیم. کار انجام داره میشه برای در مورد تیمورتاش. کتابهایی در آمده. من اجازه بدهید که چون نمیخواهم جانب بگیرم در مورد پژوهش‌هایی که در مورد تیمورتاش در ایران و خارج از ایران انجام میشود، وارد یعنی نام از کسی نبرم. تنها نکته‌ای رو که میتوانم بگویم این است که سالهای درازی است که
یکی از نوادگان نوه تیمورتاش در کانادا دستن در کار انتشار کاری در این زمینه بوده، شما هم ایشان رو میشناسید، ولی این کار رو من هنوز چاپ شده این کار رو ندیدم. ایشان هم امروز نماینده پارلمان کانادا هستن. بله موریدی آقای احساسی. احساسی بله، ولی ایشون نوه آقای تیمورتاش هستن، نوه تیمورتاش هستن، نوه دختری تیمورتاش، و کارهایی انجام دادن ولی من این کار رو ندیدم. ما چقدر دیگه وقت داریم؟ من چند نکته دیگه میتونم بگم یا به پایان رسیدیم؟ بفرمی. نه بله بفرمی، دو سه دقیقه وقت. بله، در مورد مسئله ماجرای کشته شدن تیمورتاش، گرفتار شدن تیمورتاش، یکی از افسانه هایی که خیلی پذیرفته شده است در این است که او عامل روس‌ها بوده، شوروی بوده. دو نفر، یه نفر یکی از اونها بالا بلند پایه‌ترین مقام امنیتی یا جاسوسی، رئیس جاسوسی دولت شوروی در ایران بوده و دیگری کارمند دستگاه امنیتی شوروی. سالها پس از اون نوشتن که ما آگاهی داریم که تیمورتاش عامل دولت شوروی بوده و با ما همکاری می‌کرده. در این دو خاطره، در این دو گزارش آنچنان سوراخ هست که ببخشید پنیر سوئیس به نظر بی سوراخ میاد، اینقدر سوراخ داره. و دروغ‌های زیادی رو در این زمینه روان ساختند. چگونه ممکن است آدمی که درگیری‌های این چنینی داشته با دولت بریتانیا اینها را تنها از منظر منافع دولت شوروی دنبال کرده باشه؟ این افسانه گم شدن کیف تیمورتاش و یافته شدن اون در اروپا، که این رو به ویژه آقای مکی هم به اون خیلی دامن زده و متاسفانه در میان ما ایرانیان هنگامی که آدمی با نام مکی که خب آدم به هر حال مهمی بوده در تاریخ چیزی رو می‌نویسه، تاریخ 20 ساله ایران رو نوشته، فوراً اون رو میپذیریم، در حالی که به داوری من یکی از بیپایه ترین، یکی از بیارزش ترین پژوهش های تاریخی تاریخ 20 ساله ایران مکی است که هیچ چیز تازه‌ای در این کتاب نمیتوان یافت. یک چیزهایی رو کنار هم رشته و در واقع ساخته و نهاده ولی سندی در این زمینه، حتی در مورد مصدق هم، حتی در مورد مصدق و حتی در مورد بسیار از یاران مصدق و از جمله در مورد خودش. یه دمی شما به من گفتی این کتاب نخون. نه، این کتاب ببینید، این کتاب دارای ارزش هست برای اینکه این کتاب در نزدیک به 60% این کتاب بازگویی از کتاب‌های دیگرانه که اون خواندنی است، چون این کتاب‌ها رو اگه شما در دست نداشته باشید از کتاب تاریخ 20 سال ایران می توانید به این کتاب، به اون کتاب ها دست بیابید. ولی اونهایی که خود مکی به قرار مسموع از آنجایی که شنیده شده است، اسنادی در دست است، چیزهایی از این دست رو بازگو کرده، خب نشانی از بی‌اعتباری در واقع یک کار پژوهشی است. و او دامن زده به این موضوع که تیمورتاش عامل بریتانیا بوده، عامل شوروی بوده. آدم دیگری که به دامن زدن به این اندیشه وابستگی و جاسوسی تیمورتاش در اون دوران دامن زده، فردوست هست که در این دوران پس از برگشتن از اون دوران و طرفدار جمهوری اسلامی شدن، جنرال فردوست معروف، تیمسار فردوست، به این موضوع خیلی دامن زده که بله آگاهی های دست اولی دارم که نشان میدهد که باز هم بر پایه همین دو سند دو مأمور شوروی که اسنادی است که امروز بیپایگی اونها روشن شده، بله که تیمورتاش عامل شوروی ها بوده. به داوری من تیمورتاش قربانی درگیری با سیاست بریتانیا شد از یک سوی، و قربانی خودپرستی و قدرت جوی خودش، مانند مخبر السلطنه هدایت نبود که دریابه تا کجا باید پیش رفت و تا کجا باید وارد سیاست در پناه یک پادشاه خودکامه قدرتمند تنها شد.
این است که جایگاهی برای خودش ساخت، کاخی در کنار کاخ رضا شاه ساخت که این کاخ سایه افکنده بود بر کاخ رضا شاه. سرنوشت او مانند سرنوشتان اسقف معروفی است که در دوران هنری هشتم به اون جایگاه بلند رسید و همه کاری هنری هشتم شده بود و سرانجام هنری هشتم دستور داد که سر او رو ببرند. و البته برخی از اون داستان هم در حاله ای از افسانه پنهان است، ولی بر روی واقعیت این است که ما میدانیم که در یک ساختار خودکامه جز یک خودکامه بیشتر نمیتواند بماند. به داوری من تیمورتاش انسان بسیار توانایی در تاریخ ایران بود و خدمات ارزشمندی به کشور ایران کرد، اما در سازندگی و مهندسی این بنای خودکامگی در ایران جایگاه برجسته‌ای داشت و در این حال جان خودش رو هم در همین زمینه در راه اینکه آمد و یک نوع دستگاه رقابتی با ناخواسته با رضا شاه به وجود آورد و دشمنی بریتانیا رو هم به جان خرید و زمینه ای رو برای اینکه اونها به جان او بیفتند فراهم کرد، جان خودش رو در این راستا از دست داد. مرگ بسیار غم انگیزی هم داشت. هنگامی که بیمار شده بود در زندان، حتی تختی برای او فراهم نکرده بودند و معروف است که روی زمین سخت سنگی جان داده بود در زندان. خب آقای امینی عزیز، بسیار ممنونم. هفته آینده اگر موافق باشی مسئله بحرین. مسئله بحرین بسیار بسیار جالبه، چون یکی از گفتگوهای اون دوران بوده و بعد نیست پردازیم به این که اصلا بحرین واقعا بخشی از ایران بوده نبوده و یا ادعایی است که بر روی ما ایرانیان داشتیم و یا واقعی بوده. بسیار خیلی ممنون آقای امینی. خسته نباشید. همیانان گرامی از شما ممنون. آقای امیر دستت درد نکنه.